سلام، خوش اومدین. امروز میخوام یک مثال حل بکنم از یک مثال خیلی دوست داشتنی که در مورد یک تصمیم گیری جمعی هست که حالا انگلیسیش میشه collective decision making. یعنی یک تعداد مشخصی از افراد میخوام با هم یک تصمیم بگیرن، مثلا میخوام یک فردی رو انتخاب بکنن و ما میخوایم ببینیم که در این بازی چه استراتژی برای هر کس بهترین حالت است. این مثال خاصی که من میخوام حل بکنم داستان یک کوچه است. به چه معنی؟ به این معنی که من یک کوچه دارم که این کوچه طولش 100 متر هست مثلا، حالا این عدد 100 هر عددی میتونه باشه، و یک تعدادی خانوار که من بهشون میگم N خانوار، و فرض میکنم که N یک عدد فرد هست، حالا دلیلش رو بعدم بهتون میگم. N خانوار در این کوچه زندگی میکنن و شهرداری یا در حقیقت فرقی نداره، این خانوارها قصد دارن یک نگهبان بذارن در این کوچه و اینکه کجای کوچه نگهبان بذارن رو قرار تعیین بکنن و هر خانوار یک جای این کوچه داره زندگی میکنه، یک خانوار اینجا، یک خانوار اینجا مثلا. خب و این خانوارها هر کدوم ترجیح میدن نگهبان دقیقاً همون جایی باشه که اونها زندگی میکنن. خب و در این حال اگر اینطور نشد ترجیح میدن که نگهبان به اونها نزدیکتر باشه تا اینکه دورتر باشه. یعنی برای این خانواری که اینجا زندگی میکنه ترجیح میده نگهبان اینجا باشه تا اینکه مثلا اینجا باشه. خب حالا مکانیزمی که قرار هست در نهایت انتخاب بشه که این خونه کجا ساخته بشه به این شکله. یعنی این خانوارها تصمیم میگیرن که این فرایند رو طی بکنن که هر کس بگه دوست داره خونه کجا ساخته بشه و بعد عددی که در وسط قرار دارد، عددی که در وسط قرار دارد رو انتخاب میکنیم. خب یعنی دقیقاً اون عددی که وسط همه عدد هاست. مثلا اگر 5 خانوار داشته باشیم و بیان عددهایی که میدن باشه مثلا در 5 متری ساخته بشه، 5 که میگم یعنی 5 متری ابتدای کوچه، یا در 10 متری، یا مثلا در 35 متری، یا 80 و 95. خب این اگر خانوارها این عددها رو بدن، در این صورت ما 35 رو انتخاب میکنیم، چون عددی که وسط همه عددها هست 35 هست. خب بنابراین این مکانیزمی هست که ما انتخاب میکنیم که در نهایت چجور این عمل چجوری صورت بگیره. خب حالا بیایید من این بازی رو به صورت یک بازی استراتژیک تعریفش بکنم تا بتونیم بهتر راجع بهش فکر بکنیم. اولا بازیگرهای این بازی رو ما باید تعیین بکنیم که مشخص است خانوارها است. خانوارها که از 1 تا N ما خانوار داریم، یعنی N خانوار وجود داره. دوما ما باید عملکردهای ممکنه هر بازیگر یا اکشنهاش رو مشخص بکنیم. خب به من بگید هر بازیگر چه عملی میتونه صورت بده؟ هر بازیگر میتونه یک عدد بین 0 تا 100 بگه که فاصله محل نصب اون دکه نگهبانی هست از سر کوچه. بنابراین عمل هر بازیگر میتونه یک عددی باشه بین بازه 0 تا 100. یعنی شما هر عددی که دوست دارید رو میتونید بدید، درسته؟ و در نهایت چیزی که ما باید مشخص بکنیم ترجیحات بازیگرهای مختلف روی نمایه عملکردها یا اکشن پروفایل های گوناگون هست. و خب الان یک اکشن پروفایل اول به من بگید چه شکلیه یک نمایه عمل کرد. یک نمایه عمل کرد یک همچین شکلی داره که مثلا اگر من 5 تا بازیگر داشته باشم، یکیشون میگه مثلا 10، یکی دیگه میگه 80، یکی دیگه میگه مثلا 35، یکی دیگه میگه 41 و یکی دیگه میگه مثلا 59. خب این الان یک اکشن پروفایل یا نمایه عمل کرد است و بازیگر آیوم یا بازیگر هر چندم یک اکشن پروفایل رو ترجیح میده به یک اکشن پروفایل دیگه، اگر عددی که از اون اکشن پروفایل انتخاب میشه نزدیکتر باشه به عدد مطلوب اون. خب یعنی هر بازیگر آ یک عدد مطلوبی داره که من اینجا اسمش رو میذارم مثلا ایکس آی ستاره، یعنی هر بازیگر آی من یک عدد ایکس آی ستاره‌ای داره که مکان خونشه در این کوچه و اون عدد مطلوبشه. یعنی اگر میتونست حتما اونجا رو انتخاب میکرد. و اگر عددی که نهایتاً از این اکشن پروفایل الان انتخاب میشه که این 35 هست این بار هم، نزدیکتر باشه به این ایکس آی ستاره از عددی که از یک اکشن پروفایل دیگه انتخاب میشه، این بازیگر اون اکشن پروفایل اول رو ترجیح میده چون دوست داره نگهبانی به اون نزدیکتر از هر جای دیگه باشه.
خب حالا الان ما همه اجزای این بازی رو مشخص کردیم، یعنی ما هم بازیگرها رو شناختیم، هم عملکردهای ممکن و همین که هر بازیگر کجا رو ترجیح میده، و باید بریم سراغ حل کردن این بازی به این معنی که نقطه ای رو پیدا کنیم که در اون همه بازیگرها انگیزه برای تغییر نداشته باشه. طبق چیزی که جلسه قبل در مورد استراتژی‌های قویاً غالب یا استراتژی‌های اکیداً غالب که من این ترجمه جدید رو پیدا کردم و استراتژی‌هایی که به صورت ضعیف غالب هستن یا ویکلی دامیننتن یاد گرفتیم، من می‌خوام یک ادعایی بکنم و اون ادعایی که من می‌کنم اینه که هر بازیگر اگر دقیقاً جای خونه خودش رو معرفی بکنه و بگه من دوست دارم دقیقاً اینجا ساخته بشه اون دکه نگهبانی، این استراتژی به شکل ضعیف یعنی به صورت ویکلی غالب هست بر هر استراتژی دیگه. یعنی امکان نداره که شما با این بازی حالتی پیش بیاد که شما سودتون کم بشه از یه حالت دیگه‌ای که میتونست پیش بیاد. بنابراین هدف من این هست که بگم راستگویی، یعنی اینکه شما دقیقاً بگید که کجا برای شما مطلوب هست، راستگویی یا truthfulness استراتژی غالب این بازی. خب غالب به معنی بازی که به شکل ضعیف غالب هست، و میخوام نشون بدم که این استراتژی که استراتژی غالب این بازیه، یعنی اگر همه راست بگن یک تعادل نشه این بازی هست، یعنی هیچ کسی نمیتونه با دروغ گفتن و اینکه بگه نه من اونجا رو ترجیح میدم سود بیشتری به دست بیاره. خب برای این من اولا میخوام از این به بعد با 5 بازیگر کار کنم، یعنی به جای n در حالت کلی میخوام فرض کنم 5 نفر داریم و شما میتونید این 5 رو به هر عدد فرد بزرگتری تعمیم بدید، و ثانیاً میخوام بیام بازی یک بازیگری رو فرض بکنم که xi مطلوبش هست xi ستاره. خب ببینید این بازیگر به غیر از بازی خودش بازی 4 بازی بازیگر دیگر رو در مقابل خودش داره. خب فرض کنیم که اون 4 بازیگر دیگه A1، A2، A3 و A4 باشن و من دارم الان بازی بازیگر 5 رو بررسی میکنم. این فرقی نداره، من میتونم بازی هر کدوم از بازیگرها رو بررسی کنم. بنابراین میشه X5 ستاره. خب حالا این 4 بازیگر 4 تا عددی که پیشنهاد دادن مستقل از اینکه ترتیبشون چی باشه، من میتونم مرتبشون بکنم از کوچیک به بزرگ. خب یعنی فرض بکنید مثلا پیشنهاد دادن 80، 30، 40 و مثلا 20. در این صورت A4 از همه کوچیک‌تره، بعد A2، بعد A3 و بعد A1. درسته؟ بنابراین اگر من بخوام این رو در کوچه مشخص بکنم، این 0، این 100، این 4 بازیگر در 4 جای مختلف کوچه الان پیشنهاد دادن، مثلا اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. یعنی گفتن ما میخواییم اینجا ساخته بشه. خب حالا این بازیگر پنجم من، اینو نگاه بکنید، این بازیگر پنجم من اگر خونه خودش یک جایی باشه بین این دو نقطه، یعنی دو نقطه‌ای که وسط قرار دارن، اگر خونه خودش اینجا باشه، در اون صورت اگر راست بگه و بگه من دوست دارم اینجا ساخته بشه، کجا ساخته میشه اون دکه؟ دقیقاً روی خونه اون ساخته میشه، برای اینکه عددی که در وسط قرار میگیره عددیه که خونه اون هست و من میتونم خیلی راحت مطمئن باشم که خونه اینجا ساخته خواهد شد. درسته؟ بنابراین در شرایطی که جای مطلوب بازیگر من این وسط باشه، وسط دو نفری که وسط هستن، بهترین استراتژی یا استراتژی که دامیننت هست، غالب هست، اینه که این وسط خونه رو بسازه، یعنی اینه که راست بگه و دقیقاً جایی که خونه ساخته خواهد شد خونه خودش هست و هر جای دیگه بگه به ضررش خواهد بود، چون سودش کم میشه و بنابراین این استراتژی قویاً غالبه یا اکیداً غالبه. خب پس این یه حالتی بود که دقیقاً جای مطلوبش این وسط بود. حالا بیایید یک حالت دیگر رو در نظر بگیریم. پس این حالت یک. حالت دیگه این هست که این 4 نفر من دوباره 4 جا رو در کوچه گفته باشن، 4 نفر دیگه، اما جایی که برای من مطلوب هست این وسط نباشه. من مثلا اینجا رو دوست دارم. خب این نقطه رو. حالا اگر من راست بگم، یعنی اینجا رو انتخاب بکنم، خونه کجا ساخته میشه؟ در این صورت خونه اونجایی ساخته میشه که عددی هست که نفر وسط پیشنهاد داده، یعنی عدد وسط که این نقطه هست، یعنی خونه اینجا ساخته خواهد شد.
درسته. حالا اگر من بیام و دروغ بگم، یعنی من نگم من اینجا رو دوست دارم، مثلا من بیام بگم که من اینجا رو دوست دارم، خب این نقطه خیلی کناری تر، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ باز هم خونه جایی ساخته میشه که عدد وسط هست، یعنی باز هم خونه همین جای قبل ساخته میشه. خب چون عدد من جا به جایش اینجا، اثری روی این که عدد وسط چی باشه نداره. درسته؟ خب حالا اگر من بیام دروغ بگم و مثلا بگم خونه من اینجا چطور، مثلا بیام اینجا رو انتخاب بکنم، در این صورت عددی که عدد وسط هست کجا خواهد بود؟ این نفر اوله، این منم، این یه نفر دیگه است، این یه دونه دیگه است و این هم یه دونه دیگه. درسته؟ در این صورت اونی که وسط این نقطه است، یعنی این نقطه از سمت چپ دومی به غیر از خود من، که این از خونه من که اینجا بود دورتر هست تا این نقطه که من اگر راست میگفتم اینجا خونه، اینجا دکه ساخته میشد. بنابراین به نفع من هست که راست بگم در این حالت تا اینکه بیام اینجا دروغ بگم. و بنابراین هیچ حالتی نیست، شما میتونید همه حالتهای دیگه که به ذهنتون میرسه رو امتحان بکنید، که خونه‌ای که ساخته میشه نزدیکتر باشه به من از این حالت که من راست بگم، ببخشید دکه‌ای که ساخته میشه. و بنابراین اینجا هم به نفع من هست که من حتما راست بگم. و به همین ترتیب در حالت سوم، اگر چهار نفر دیگه به این شکل اعدادی رو انتخاب کرده باشن و من جای مطلوبم مثلا اینجا باشه، یعنی این خونه من هست، این الان خونه منه، در این صورت اگر من راست بگم و بگم که من میخوام اینجا دکه ساخته بشه، خونه اینجا ساخته خواهد شد. ولی اگر من بیام مثلا بگم من دوست دارم اینجا دکه ساخته بشه، در این صورت دقیقا همین جایی من گفتم دکه ساخته میشه، چون من عدد وسط میشم و از من دور میشه. خب یعنی اینجا دورتر هست از اینجا. و هر جای دیگه من بگم امکان نداره دکه یک جایی نزدیکتر از این نقطه‌ای که با راستگویی من ساخته میشه ساخته بشه. و بنابراین در همه حالتها استراتژی که برای من غالب هست یا دامیننت هست اینه که من راست بگم و دقیقا این عددی رو بگم که عدد مطلوب من هست، که دقیقا جای خونه من هست. یعنی همه همسایه ها بهترین استراتژی ممکنشون این هست که دقیقا همون نقطه خونه خودشون رو اعلام بکنن و در نهایت خونه کجا ساخته خواهد شد؟ کنار خونه نفری که خونش دقیقا وسط کوچه هست، یعنی دقیقا وسط کوچه خونه ساخته خواهد شد. و تعادل نشبازی این خواهد بود که هر کسی راستش رو بگه، یعنی x1 ستاره، x2 ستاره، x3 ستاره، x4 ستاره و x5 ستاره، یعنی همه بازیگرهای من دقیقاً جای دقیق خونه خودشون رو مشخص میکنن و خونه، حالا x3 ستاره اگر عدد وسط باشه، اونجا اگرم نباشه، نه دقیقاً در خونه، در مکان خونه وسطی کوچه ساخته خواهد شد و این یک تعادل نش هست. به عنوان تمرین شما میتونید نشون بدید که در این حالت، البته من عملا این تمرین رو حل کردم، یک بار دیگه برای خودتون نشون بدید که اگر همه راستش رو بگن و هر کس دقیقا خونه خودش رو انتخاب بکنه، هیچ بازیگری با تغییر بازی خودش، یعنی با دروغ گفتن، به هیچ نحوی نمیتونه سود خودش رو بیشتر بکنه. خب خیلی هم خوب، جلسه بعد میبینمتون. خداحافظ.